بسم الله الرحمن الرحیم دکتر موضوع درس امروزی ما شما عبارت از نیکلوی اسید است در این درس در رابطه به نیکلوی صحبت میکنیم نیکلوی کدامها کدام ها است متشکل از کدام مرکبات این مرکبات چطور با کدام ترتیب با هم اجام میشوند تا نیکلوی اسید اصل شود و عام در این در درس در رابطه با استراکچر یا ساختمان نیوکلئیک بیشتر بحث میکنیم و میتابولیسم نیوکلئیک مربوط به بیوشیمی سمستر بعدی میشن که در آخر سمستر دومی بیوشیمی به تفصیل مطالعه میکنیم و در این درس صرف در رابطه با استراکچر صحبت میکنیم خب درس با نیوکلیویک شامل کدام مرکبات است کدام مرکبات ها ما نیوکلیویک اسید میگیم اول نرسه ما وقتی که ما یا اسیدهای هستوی را نام میبریم هدف ما دو گروه مرکبات است یکیشان عبارت از دین است دومیشان عبارت از آر است پس نیوکلیویک اسید یعنی آر ای و دین و حتما دگه مخفف دینه واره نره می فهمین دینه دیوکس رایبو نیکلیوی کسید است و آرنه رایبو نیکلیوی کسید است خب پس وقتی که میگیم مثل های اسه یعنی دینه و آرنه هدف ماست پس آرنه رو میگیم که ابرت از نیکلیوی کسید است و دینه رو هم میگیم که ابرت از نیکلیوی کسید است درسته با نیکلیوی کسید متشکل از سه گروپ مرکبات سایل است اینا از کدام مرکبات ساختاشتن از سه گروپ مرکبات سایل کدام هستن؟ پنتوس شگر قند پنج کاربون است بیس یا قلبی هستن سیوم فاسفوریک اسید مرسابا متوجه باشین که اگر ما بگویم که دی نی متشکل چند گروپ مرکبات است یا بگویم آر نی و هم بگویم نوکلیویک اسید همیشون تقریبا یک مانا دارد همیشان هر کدام از یاد که نظر داشته باشیم چی دینه چه آرنه یا بسطیموم نیکلی بگسید متشکل از چند گروپ مرکبات است؟ سی گروه مرکبات قند پنج کربونه بیس و فاسفوریک اسید یا فاسفید اولین گروپ مرکباتی که دینی ورنر ساختن قند پنج کربونه است که ما شما مطالعه میکنیم قند پنج کربونه نقصه با یکیشان رایبوز است دو میشک هستن دیوکسی رایبوز است رایبوز حرف اولشان خب رایبوز در آره نیست و دیکشنری بوز در دی هر شوالش در دیسی باز خوب تر میشه بی بی با. اینی قند پنج کربن است این کربن اولشان هستن و این کربن دومشان هستن کربن سوم کربن چهارم و کربن پنجم نفس با اینی قند اولی پنج کربنه بنامی رای بوزید میگه بنامی رای بوزی و ای قند دومی این مانند رای بوز است این مانند است هیچ تفاوت ندارد صرف تفاوتی که دارد در کاربون دوم یک اتم اکسیژن کم دارد پس ایره میگیم رایبوز. اما کدام رایبوز بوز؟ رای که در کاربون دوم اکسیژن کم دارد پس ما حتی گفتم میتونیم دو که در کاربون دوم دیوکسی بدون اکسیژن رایبوز رایبوز بدون اکسیژن است دو دیوکسی رایبوز یا صدا میگیم دیوکسی رایبوز خب پس دیوکسی رایبوز با رایبوز صرف تفاوتشان در این است که دیوکسی رایبوز یک اتم اکسیژن کم دارد خب در را سوم رایبوز طوری که شما میبینین حرف اولشان آر است پس تا کدام نیکلی بکسی شامل وجود دارد در آر این ا و دیوکسی رایبوز حرف اولشان عبارت از دی است پس ماندار ما هستن در کدام دینه هستن در دی این یا ای یا دیوکسی رای است ببینید این رای بو نیکلیوی کسید آره نیست رای بو هم از نمی رای گرفته گرفتشتن رای بوز دارم تایی سنی و دیوکسی رای حرف نامشان هم از چی گرفته گرفتشتن از نمی دیوکسی رای بوز گرفتشتن دیوکسی رای بو است پس دیوکسی رای بوز در دینست و رایبوس در آرنه ای باشد خب گروپ دوم مرکباتی که در دینه و آرنه شامل هستن یا در شامل هستند عبارت از بیس یا قلوی هستن دو نوع قلوی در دینه و آرنه وجود داره یکی از نیا یکی از نیا درستای با است دومیش عبارت از پیورین هستن پایریمیدین و پیورین خب در سبا اول ببینین در برای پیورین یک نیمونیک ساختن یعنی چطور نام داشته باشین یک نیمونیک برشان توری ساختن که پیورین پیورین که از رسای با پیور از گلد است پیورین یعنی پیور از گلد خالص مانا نیتلا هدف از این گپ چی از هدف از این نمی پیور از گلد هدف از ای است که چطور ما بتانیم نام از این ساده داشته باشیم یعنی پیور یعنی پیورین شامل چی هستن ای جی است ای جی چی هستن ادینین است جی گوانین است پیورین پس شامل چی هستن؟ ادینین گوانین و پایریمیدین شامل کت است شامل چی هستن؟ کت سی یو تی نمونه که ازی که دخشه با کت است کت یعنی قطع کردن خب برای این باز یک نمونه که ساختن کرد دا پای پای یک نوام شیر باب است یک نوع دیزرت است که معمولا در افغانستان زیاد رایج نیستند در دیگر دنیا زیاد رایج هستند و معمولا او باز به شکل قطعات قطع میشود به شکل قطع میشود و باز میگن کت دا پای یعنی پای رومیدین شامل چی هستن پای شامل کت هستن خوب دوست داریم پیورین شامل ایجی شد، پریمیدین شامل کچ شد. در دیگه اگر شما متوجه شوین پیورین پیورین نامش ساده است اما پریمیدین نامشان مغلق است. پیورین که نامشان ساده است فرمولش مغلق است. پریمیدین که نامش مغلق است فرمولشان ساده است. خاله صاحب. بیبینن اگر شما در قلویات فرمول مغلق دیدین پس شما بگین که نام زیاده از پیورین است وقتی پیورین بود پس شما بگین پیورین پیور از گل پیورین شامل A و Gs است یعنی ادرین و گانین است و اگر فرمول دیدین که آسان بود یعنی یک حلقه بودن پس شما بگین که این نام از مغلق است پایرمیدین هستن وقتی که هستند شما چی میگین شما میگین پایرمیدین شامل کپت است یا سایتوزین است یا یوروسیل است و هم قائمین هستن خواب دار سبا ببینم دیگه ما میخوایم این موضوع را کم اکس بسازیم که چطور با باید همیشه باید باشند باشن که کدام ها کدام ها یعنی اگر کدام در فرش ببینین کدام میشن کدام بیز است و هر فرمول از این کاملا مغلق است هیچ کسی هده گرفتن نمیتنن و ضرور نیست که هیچ کسی هده بگیرن اما مهمتر موضوع در رابطه با بیس های دینی آرنی در که شما چطور بفهمین که ای, ای بیس ادینی گوانیناس، گوانی سایتوزی است یا رسیل وای هم تایمی هستن این موضوع برای ما کمک مهم است اما این مهم نیست که شما بشینین در خانه فرد مثال ورقه را بگیرین تو باش فرمول را حفظ فرمول بیشمی هیچ ارزش ندارد چیزی که ارزش دارد شما چطور موضوع را بفهمین مفهوم موضوع را بفهمین اینی موضوع بر ما بسیار مهم است نه تنها برای ما در تمام دنیا این موضوع مهم است فرمول امروز در دنیا در هیچ جای دنیا حفظ نمیشن فرمول فقط فهمیده میشن خب رو سایبا اینال راسته سایبا پس اگر فرمول دو حل قوی دیدین او شما بگوین که نامش ساده است پیورین است اگر اگر قوی دیدین بگوین نامشان مغلق است پایرومیدین است خب اگر دو حلقه ای بود دو حلقه داشت ساختمان مغلق داشت شما گفتین پیورین است خدا پیورین چار... کدام است یا ایس یعنی ادینین است یا هم جی یا گوانین است ببین ارسال باز اگر فرمول مغلق دیدین در این موقعیت اینی موقعیت را موقعیت 12 اوکلاک یا ساعت 12 وجه میگن این موقعیت را این موقعیت شما در ساعت هم میبینین اگر در اینمی موقعیت گروپ امین داشت کدام گروپ داشت؟ گروپ امین داشت اگر گروپ امین داشت رفت شما بگوین که ای عبارت از چی هستن؟ ای عبارت از آدنین است. ای عبارت از چی هستن؟ است. اگر گروه امین در موقعیت نداشت پس او دیگه چی میگین؟ گوین میگن. پس در ببینیم اگر فرمول مغلق داشت چی است؟ جوابتان حتما میگین پیرین است خواه در پیرون یا ای ادینین است یا جی گوانین است اگر در این موقعیت گروپ امین داشت مالدار هستن ای حرف اول امین که است ایست پس چی هستی؟ ادینین است و اگر نداشت پس مالدار چی میمانند؟ گوانین است میایم در ساختمان ساده اگه ساختمان یک حلقه داشت شما میگین که پایرمیدین است در پایرمیدین یا سایتوزین است یا یوراسیل است و یا هم تایمین است خب در سایتوزین ببینین در سایتوزین که هستن در می موقع بازم گروپ امین دارن اگر گروپ امین داشت فرمول ساده بود پایرمیدین است در پایرمیدین اگر گروه امین داشت شما او را بگوین که ای بارت عبارت از سایتوزین است اگر نداشت یا یوراسیل است و یا هم تایمین است خب یوراسیل تایمین چطور از دیگر فرق بکنیم ببینم سای با تایمین که هستن تایمین گروپ میتایل داره این گروپ چی هستن؟ میتایل دست تایمین گروهی میتایل دارن خب ببینن کدام گروپ دارد گروپ میتایل گروپ خب اگر گروپ میتایل داشت دقصه با متوجه باشین که تایمین است میتایل تایمین اگر گروپ میتایل داشت تایمین است یعنی ببینین اینجا کمکه برای ما شما یک کلو یا یک رهنما هستند که ما یاد داشته باشیم پس اگر 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 ساختمان ساده بود ما میگیم پایرومیدین هستن اگر ساختمان ساده بود ما میگیم پایرومیدین است و در پایرومیدین را اگر گروپ امین داشت ما میگیم سایت زین است اگر نداشت یا ایراسل است یا تایمین پس ایراسل تایمین چطور فرق بکنیم بسیار ساده است اگر گروپ میتال داشت ببینید گروپ میتایل ایش در این مرکب ایچ گروپ میتایل وجود نداره اگر گروپ میتایل داشت خب میتایل میتایل نا کلمه ده ده میتایل نام کدام یکی از یا تطابق میکنن تایمین یا راسل من دارست تایمین میتایل تایمین است پس اگر گروپ میتایل داشت دفته با او را تایمین میگیم و اگر نداشت او چی میگیم اون مرکب را نام راسل یاد میکنیم با میرزی که بعد از اگر شما کدام بیس رو ببینین شما شناسایی کرده بتانین ما یک مثال میاریم یعنی خدا کنه که همه تان را گفته بتانین که کدام خب اول رشتبا ساختمانش مغلق است یا ساده مطمئن هستیم شما میگین که مغلق هست وقتی که مغلق هست رشتبا بگین که ای ای, ای مرکب که هست این مرکب دو حلقه ای که هستن ای شامل پیورین پیوری یا وقتی که نامش مغلق است حتما شما میگین که نام باشین که مغلق است حتما شما میگین که نامشان ساده است پس چی هستن؟ شما حتما میگین ای پیورین است خب وقتی که پیورین است و پیورین چند احتمال داشت؟ دو احتمال یا ایس یا جی الینین است یا گوانین است خب گروپ امین دارد بله واضح میگن پس چی هستن؟ حتما شما میگن که الینین است خب ساختمان مغلق است یا ساده؟ حتما میگین شما ساده است وقت که ساده است پس چی هستن؟ ای پایرمیدین هستن حتما نامشان مغلق هست شما میگین وقت که پایرمیدین هست با باز در پایرمیدین ای کدا میشن هستن چون پایرمیدین شامل چی بودن؟ پایرمیدین شامل C U T بود اول گروپ امین دارد بله اگر گروپ امین داشت کدا میشن هستن شما میفهمین که حتما ای یا سایتوزین است. باز با یک بیسی دیگه است مغلق است فرمول نشانده صدا هم که مغلق است پس چی هستن ای؟ پیورین است وقتی پیورین است در پیورین کدامشان بودن؟ یا ایس یا هم جی است خب در ساعت دوازده و وجه گروپ همین دارد؟ نخیر پس دین این است؟ نخیر چی هستن؟ ای گانین است بمی ترتیب مثال دیگر هم هم میاریم ای ساختمان بی مغلق دارد یا ساده من دار که ساده هستن پس نامشان چی میشن؟ مغلق پس ای چی هستن؟ ای پایری میدین هستن دا پایری میدین با پای می شامل چی بودن؟ سی یو تی بود کت بود سایتوزین یو راسیل و تایمین اینال افصاد با در رابطه با اول در ساعت دوازده و جگروپ امین دارد نخیر پس سایتوزین هست نخیر سایتوزین نیست ببینین یه تایمین چی فرق داشت؟ تایمین گروپ میتایل داشت یه گروپ میتایل دارد؟ نه خیر پس گروپ میتایل که ندارد؟ تایمین است؟ نه خیر تایمین است، نیست بلکه چی هستن؟ بلکه یه است. با میدازه که درستم باشین فقط شما مرکب هاش راسایی میکنین نه که شما فرمول از یاد داشته باشین خب میریم به سلایل قبلی خود که در رابطه به نکلیوی کسی دکتر درخوش محترم ای جی سی ای جی سی همیشه مشترک است یا چی هستن خب صاحبا؟ این یا که هستن مشترک است خب وقتی که ما میگیم مشترک است هدف ما چی هستن؟ هدف ما اینه میزه صاحبا که هم در رینه است و هم در RNA هم در DNA و هم در RNA و میمانند ام... باقی میمانند یوراسیل و تایمین. در سه یوراسیل، 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 یورا در RNA یوراسیل در RNA و تا تایمین دکتر با سایمین سا که هستن در DNA در چی هستن؟ دی خب پس اگر سوال مطرح شد که بیس دی رو نام بگیرین ای مشترک پس میگن ای جی در تایمین در دی این تایمین است پس ای جی میگن و اگر سوال مطرح شد بیسی آر رو نام بگیرید بازم میگن ای جی سی یو میگن ای جی سی یو در آر است و ای جی سی T در دی ای است این موضوع رو باید با همیشه باید داشته باشید ای جی سی مشترک است یوراسیل آر دارد در آر است تایمین تایمین که هستند در دی است تایمین در چی هستن در دی است خب نرسه پس یک موضوع ما ای جی سی یو پس بس بیس چی هستن؟ ای بیس ارسای عبارت از آر و ای جی سی تی های دین موضوع مهم در که ارتباط کلینیکی دارد که اینی بیس ها را ما همیشه در داخل عضویت ساخته میتونیم یعنی کدام پاتولوژی در ترکیب از نیا دیده نمیشه شود خیلی تایمین چطور ساخته نمیتونیم؟ بله تایمین ساخته میتونیم تایمین هم ساخته میتونیم اما تایمین از این می یراسل به دست میاریم که تایمین یراسل هیچ فرق مندارد این نگه فقط صرف دینی کاربون یا گروپ میتال ما چی میکنیم؟ میکنیم درسته با این گروپ میتال وقتی بالای بالا یراسل شد چی اصلا میشن؟ ایجیسی داریم یراسل به تایمین تبدیل میگردد اما انمی علاوه کردن گروپ میتایل که تایمیلشن میگیم میتایلشن میگیم ای با کمک ویتامین b و همچنان فولیک اسید صورت میگیره یا فولیت صورت میگیره انزیمی که وظیفه انجام میدن تایمیدلت است تایمی بالاخره بالای راسل گروپ تامین سنتیز است بالای گروپ بالای رسیل گروپ میتال علامه میکنن و بالاخره چی اصل میشود تایمین اصل میشود وقتی تایمین اصل شد تایمین در چی با مثلا برسد در دی نه. بنا انار اگر یک شخص با فقدان مطمئن بی و یا هم فلیکسید مواجه شود وقتی با فقدان مطمئن بی فلیکسید و فولیکاسید مواجه شد انال ببینن چی گفت میشن یوراسیل به تایمین تبدیل نمیشود وقت که تایمی نباشد مالدار هستند DNA ای تولید نمی شود DNA ای یعنی به بار دیگر دی این ای رپلیکشن صورت نمی گیرد سوال دی این ای صورت می گیرد؟ خب حتما جوابتان هستم که زمانی که حجرات تکثر می در مایتوزیس خب و زمانی که در با دینر بکشن صورت نگرفت پس مایتوز هم صورت نمیگیرد حجراتی که تکسر سریع دارد اینال تکسر نمیکند وقتی تکسر نکرد تعدادشان چی میشن کم میشن خصوصا کدام حجرات زیاد متضرر میشود آر بی سی اینال با RBC که کم شد این شخص به فلان به کمخونی مصاب میشود پس دلیل که چرا ویتامین بی دوازده و فولیک اسید اصاب کمخونی میشود فقط اینه میگه پس که در فقدان ویتامین دوازده و فولیک بالای یه رسیل گروپ میتر علاوه نمیشود و تایمین حاصل نمیشود. تایمین که نباشد دیگریلپیشن صورت نمیگیرد و به می ترتیب مایتوز صورت نمیگیرد و آر بی سی کم میشه. دکتر صاحبا تنها حجات آر بی سی کارش پیدا نمیکنند. اکثر حجات حجرات پاس تکثر نمیکنند و تعدادشان ممکن کم شود. خب دکتر صاحبا, در صاحبا در دیگه موضوعی که در رابطه ما شما گفتیم که در دینه و آرنه ای که هستن یا در نیکلیوکسید کسید که هستن سه گروه مرکبات شامل است قند پنج کار بودن که ما شما مورد مطلق قرار دادیم رایبوز و دیکسی رای بوز بود رایبوز در آرنه ای بود و دیوکسی رای بوز در دینه بودن بسیار ما شما مطلع کردیم شامل AGCU-T بودن که AGCU در آرینه AGCT در دینه بودن چطور فرق میشون شامل پیرون و پارومیرین بودن چطور فرق میشن ما شما بحث کردیم دیگر سبا فاسپوری کسید هستند که این فاسپوری کسید شما ممکن صدها بار مطلع کرده باشین آنمو فاسپوری کسید هستن که شما در کیمه مطلع کردیم که HCPO4 هست و اینی فاسپوری کسید هستن که در دینی وجود دارد و معمولا صاحب شما میفهمیم که تزاب ها در وزارت ما شما آینایز میشن معمولا این به شکل پی او منفی سه یعنی یا سه منفی به این شکل میماشن به شکل فاسفیت میماشن پس ما پس سیمین مرکبی که این هم در دینی هست و هم در آرانی هستند سیمین مرکبی که در دینی و آرانی هم دارد عبارت از نیکلیوک اسید باشن عبارت از فسفریک اسید میماشن خب درس امروز ما شما در اینجا خاتمه پیدا میکنن در درس بعدی ما شما سرزی موضوع بحث میکنیم که چطور اینی, اینی مرکبات با همه جای میشوند تا دینی وارنه حاصل شود. مفق باشین خدا حافظ. تو.